خب به عزت هشم نصب نسلیخ ترسوانان و مشه مراشا قهدت یعقوب ادامه حلاخای براخه ها رسیدیم به براخای بیرکت هپروت براخای میوه های درختی. خب همونطور که جلسات گذشته گفتیم هر میوهی که زمینی باشه براخاش ها اداماست، میوهی که درختی باشه براخای هایت و میوهی که ما شک داریم که آیا درختی حساب میشه یا زمینی مثل موز میاییم و براخای ها اداما بر روی اون میگیم. اگه کسی اشتباهاً بر روی هایست ها اداما گفت از انجام وظیفه خارج شده به خاطر اینکه ها اداما نسبت به هایست کلی تره، ولی اگه یکی اشتباهاً روی ها اداما اومد و براخای هایست گفت از انجام وظیفه خارج نشده و دوباره باید برگرده و این براخا را بگه. کسی که بیاد گلا در اصل بپزه و این گله در اصل پیداست، فرض کنید همون مربای گل، کسی که بیاد مربای گل درست بکنه و اون گلها داخل اون پیداست، طبق نظر ماران شولخان آروخ بر روی اون براخای ها اداما گفته میشه، اما رسمه که روش براخای شهکل میگیم. پس بنابراین مربای گل طبق نظر ماران شولخان آروخ براخای ها اداما بر روش گفته میشه، اما بعضی ها رسم دارن که روش براخای شهکل میگن. هر جوری رفتار بکنیم چیزی هست که بر اون تکه بکنیم، یعنی هم میتونیم روی مربای گل به شرط اینکه اون گلش مشخص باشه براخای ها اداما بگیم و همینطور میتونیم روش براخای شهکل هم بگیم. خب پولکی که درست میکنن با شکر یا عسل و داخل اون کنجد یا بادوم یا گردوه، اگه پولکی درست میکنیم و اکثرش کنجد روش براخای ها اداما گفته میشه، اما اگه اکثرش عسل یا شکر و اون کنجد فقط یه مقدار روشه به عنوان تزیین روشه براخای شهکل بر روی اون گفته میشه. پس پولکی که با شکر یا با عسل و داخل شومشمینه یعنی کنجده، اگه اکثریتش کنجد باشه براخا ها اسم میگیم، ولی اگه اکثریتش همون شکر یا عسل باشه و اون کنجد برای تزیین روی اون ریخته شده براخای شهکل بر روی اون گفته میشه. حلوایی که از کنجد درست میکنن، فرض کنید میان کنجد را له میکنن و باش حلوا درست میکنن و شکرم به اون اضافه میکنن، براخای شهکل بر روی اون گفته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا معمولا اکثرا شکر اسمش تغییر پیدا کرده، شکلش تغییر پیدا کرده و اونم پختن و چهره جدید اومده، میتونیم روش براخای شهکل بگیم. خب جلسه گذشته ما اینو کامل توضیح دادیم دیگه، گفتیم کوکو خورما یا کوکو سبزی یا کوکو پیاز اینا همون براخای اصلی خودشونا دارن، مثلا کوکو خورما براخای هایت داره یا کوکو سبزی براخای ها اداما داره، کوکو سیب زمینی ها اداما داره، اینا رو روش براخای ها اداما میگیم چون که شکلشون هنوز مشخصه و تغییر شکل یا تغییر اسم ندادن. پس در نتیجه در مورد حلوا توضیح دادیم، اگه حلواییه که با کنجد درست شده، کنجد را له کردن و شکر به اون اضافه شده که معمولا اکثرا شکره، روش براخای شهکل نهیا بیدوارو گفته میشه. گردویی که با عسل سرخش کردن، گردویی که تو عسل سرخش کردن، براخای بار پریهایت بر روی اون گفته میشه. بر روی چیپس براخای ها اداما گفته میشه، چیپس براخاش ها اداماست دیگه، چون اون سیب زمینیه با وجود این که پخته شده هنوز شکلش مشخصه، معلومه که این سیب زمینیه، بنابراین ما روی چیپس براخای ها اداما میگیم. خب هر چیزی که از زمین رویده نمیشه براخای شهکل بر روی اون گفته میشه، واضحه دیگه، مثل گوشت مرغ، گوشت گاو، ماهی، تخم مرغ، شیر، آب، پنیر، همه اینا براخای شهکل نهیا بیدوارو بر روی اونها گفته میشه. اگه یکی اشتباهن روی این مواردی که گفتیم بیاد و براخای ها اداما بگه از انجام وظیفه خارج نشده،
با وجود اینکه ما میگیم همه چی از زمین هست، ولی اگه یکی بیاد مثلا روی ماهی ها ادامه بگه از انجام وظیفه خارج نشده، یا همینطور روی گوشت کسی برای ها ادامه بگه از انجام وظیفه خارج نشده، فقط باید روی اینها درخواهی شهکل نهی آبیدوارو گفته بشه. بر غذای گوشت و سیب زمینی برخای شهکل گفته میشه. فرض کنید گوشت ریز ریز شده با سیب زمینی ریز ریز شده، چون اصل این غذا گوشته، برخای شهکل بر روی اون گفته میشه. همینطور شنیسل، شنیسل که میان و مثلا تو آرد سرخش میکنن، یا همینطور ماهی، ماهی ها که تو آرد سرخ میکنن، بازم هنوز برخای شهکل نهی آبیدوارو بر روی اونها گفته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلشون همون گوشتیه که یا اون ماهیه که دارن استفاده میکنن. بنابراین شنیسل و ماهی با وجود اینکه آرد به اون اضافه میکنن در زمان سرخ کردن، برخای شهکل نهی آبیدوارو بر روی اون گفته میشه. در روی کمهین و پیتریوت، یعنی قارچ و دملان کوهی، بر روی اینها برخای شهکل میگیم که جلسات گذشته هم بهش اشاره کردیم. چیزی که از زمین مکش نداشته باشه، یعنی در زمین ریشه نداده باشه که از املاح خاک استفاده بکنه، ما بر روی اون برخای شهکل میگیم. قارچ اون منیقا رو از زمین نداره، نمیاد املاحش رو از خاک بگیره، بلکه از آب تغذیه میکنه. بنابراین برخاش شهکله. پس روی قارچ ما برخای شهکل میگیم. همینطور دنبلان کوهی که بیشتر تو شیراز هست یا تو خارج هست، یه مدل از دنبلان کوهیه که تو خارج توسط رعد و برق و اینا به وجود میاد، تو بعضی کوها هست و خیلی هم گرون قیمته. روی اینها برخای شهکل گفته میشه. روی اینها برخای شهکل گفته میشه به خاطر اینکه اینا منیقا اون مکش ها از املاح خاک زمین ندارن. فرض کنید اگه بیاد یکی و یه محصولی یا تو آب پرورش بده، برخای اون شهکل نهیا بیدواروه. مثلا فرض کنید یکی اومد لوبیا را تو آب پرورش داد، لوبیا را تو آب پرورش داد و یه بوته لوبیا درست کرد. خب این لوبیاه روش برخای شهکل نهیا بیدوارو برش گفته میشه. هر چیزی که تو آب به وجود بیاد برخاش شهکل میشه. خب حالا ممکنه اینا بگیرید، بگید آقا خب ما از کجا بدونیم تو بازار که میایم مثلا حبوبات میگیریم، از کجا بدونیم که این حبوبات تو آب درست شده یا تو خاک درست شده؟ خب ما دنبال اکثریت میریم دیگه. معمولا اکثر حبوباتی که ما استفاده میکنیم در خاک پرورش داده میشه. بنابراین همون برخای ها ادامه بروشون میگیم. مگر اینکه بدونیم مثلا یه حبوباتیه یا یه میوهیه که تو آب پرورش داده شده، اگه بدونیم میایم بروش برخای شهکل نهیابیدوارو به این شکل میگیم. خب فرقی نمی کنه اگه یه بذری توی گلدون سوراخدار باشه یا گلدونی که سوراخدار نباشه. روی گلدون اگه چیزی کاشته بشه و خاک داخلش باشه، همون برخای اصلیشا داره. مثلا اگه یکی اومد لوبیا توی گلدون خاک کاشت، برخای ها ادما داره. ولی اگه لوبیا را تو آب کاشت و به این شکل تو آب پرورشش داد، برخای شهکل بر روی اون گفته میشه. خب نارگیل برخاش حائصه دیگه، آب نارگیل برخاش شهکله. اگه با هم اینا استفاده میشه، مثلا ما نارگیل میخوریم بعد آب نارگیل هم میایم استفاده میکنیم، یه برخای حائص گفته میشه، روی آب نارگیل هم اون برخا قرار میگیره. ولی اگه آب نارگیل جداگانه میخوایم بخوریم، میایم و روی اون برخای شهکل جداگونه میگیم. پس یه بار دیگه ببینید، اگه نارگیل ما میایم و برخای حائص روش میگیم و بعد آب نارگیل هم همراه نارگیل میخوریم، برخای حائص که گفته شده، اون آب نارگیل هم پاتور میکنه. ولی اگه نه، جدا جدا میخوریم، مثلا فرض کنید فقط آب نارگیل میخوایم بخوریم، برخای شهکل بر روی اون گفته میشه. شکلات واقعا اگه بخوایم بدونیم، شکلات از درخت
گرفته میشه. ولی با این وجود به خاطر اینکه اسمش تغییر پیدا میکنه، شکلش تغییر پیدا میکنه، طعمش تغییر میکنه و همینطور اونا میپزن و مواد دیگه هم به اون مخلوط میکنن و چهره جدیدی به وجود میاد، رسمی که روش براخای شهکل نیهیا بیدوارو گفته میشه. پس روی شکلات اصلی ها روی اینا رسم ماسک براخای شهکل میگیم. ولی با این وجود کسی هم که روی شکلات بیاد و براخای هایتس بگه، چیزی داره بر اون تکیه میکنه و از انجام وظیفه خارج شده. پس یه بار دیگه، شکلات چون که اسمش تغییر پیدا کرده، طعمش تغییر پیدا کرده، شکلش تغییر پیدا کرده، پخته شده، مواد دیگه به اون اضافه شده و پانیم خدا شد، چهره جدیدی به وجود آورده، رسمه که میایم روش برافای شهکل میگیم. ولی با این وجود اگه کسی هم هایتس بگه، چیزی داره بر اون تکیه بکنه. بادومی که با عسل یا شکر پوشونده شده. ببینید یه بادوم داریم ما که دورش اطراف شکره. چه براخای روی این بادوم گفته میشه؟ بعضی هم میگن بهتره که اون خیپوی، اون پوشششا که اون شکره، اونا بشکنیم که به خود بادوم برسیم و روی بادومه براخای هایتس بگیم. بعضی اینجوری عقیده دارن. ولی از اصل قانون اگه سخته که بیایم اون پوشششا جدا بکنیم، اون پوشش عسل یا پوشش شکر رو از اون بادوم جدا بکنیم، رسمه که میایم روش براخای شهکل میگیم به این شکل. پس اگه مثلا بادوم دورش شکره، بهتره بشکنیم شکرها را که روی بادومه هایس بگیم. اما اگه سخت امکانش نی، میایم و روش براخای شهکل میگیم و خود به خود شهکل میاد و براخای اون بادومم پاتول میکنه. یا یه مدل از بادومایی هست که بهش میگن بادوم آمریکایی. یه پوشش آردی دورشه، یه پوشش آردی دورشه، روی اینها براخای مزونوت میگیم. پس بادومی که پوشش آردی دور اون هست، اگه بتونیم پوشش را بشکنیم که روی بادومه هایس بگیم که خیلی خوب، ولی اگه امکانش نیست، روش براخای مزونوت میگیم و مزونوت به این شکل براخای اون بادومم پاتول میکنه. چون ما یه اصلی داریم دیگه، اگه روی همه چی یکی براخا شهکل گفت، از انجام وظیفه خارج شده. اگه روی همه چیزم ما براخای مزونوت گفتیم، اون براخا را پاتول میکنه، به غیر از آب و نمک. اگه یکی اشتباها روی آب یا نمک براخای مزونوت بگه، از انجام وظیفه خارج نشده. ولی بقیه چیزا اگه روش اشتباها یکی مزونوت بگه، از انجام وظیفه خارج شده. حالا در مورد این بادومی هم که پوشش آردی داره، اگه ما روش مزونوت بگیم به خاطر پوششش، اون بادوم هم به این شکل پاتول میکنیم، اون بادوم هم براخای مزونوت که گفته شده بر روی اون قرار میگیره. خب یا این براخاش باره پری هگفنه که جلسات گذشته هم توضیح دادیم. رسم ما سفارادی هست که میگیم باره پری هگفن، رسم اشکنازی هست که میگن باره پری هگافن و هر کسی باید طبق رسمش بیاد و انجام بده. خب یا این ما میتونیم روی آب انگور کاشر براخای باره پری هگفن بگیم، همینطور میتونیم بیایم و مویز یا کشمش را 3 تا 24 ساعت بخیسونیم، بعد صاف کنیم که اون آبش براخاش باره پری هگفن میشه و همینطور میتونیم اینا را بجوشونیم، بعد صاف بکنیم، بیایم آب داخل کشمش یا مویز بریزیم و بعد اونا بجوشونیم و صافش بکنیم که اینم براخاش باره پری هگفن میشه. باید دقت داشت که حتما ما روی یائینی میتونیم براخای باره پری هگفن بگیم که حتما اکثریتش یائین باشه. بنابراین باید دقت داشته باشیم وقتی یائین اونایی که تو خارج کشورن خریداری میکنن، بعضی یائینا هست که اکثریتش آبه. روی یائینی که اکثریتش آب باشه، ما نمیتونیم براخای باره پری هگفن بگیم. یا خیلی موقع هست که مثلا خیلی آب به یائین اضافه میکنن بعضیا وقتی میخوان قیدوش بگن، اینا باید دقت کنن که براخاش دیگه شهکل میشه. بنابراین زمانی ما میتونیم براخای باره پری هگفن روی یائین بگیم که اکثریت یائین باشه. اگه کسی بیاد و
روی یعینی که اکثریتش آبه، برخای بار پری هگفن بگه برخای لوتالا گفته طبق ما سفارادی هم. ولی اشکنازی ها حتی اگه اکثریت یعینه هم آب باشه میان و روش برخای بار پری هگفن میگن. این رسم اشکنازی هاست، خب چیز دارن برش تکه بکنن، ولی ما سفارادی ها باید دقت داشته باشیم که فقط زمانی میتونیم برخای بار پری هگفن بگیم که اکثریتش یا این باشه. خب بریم ادامه اگه سوالی نیست. برخای آب شهکل دیگه، واضحه. البته باید دقت داشت زمانی ما میتونیم روی آب برخای شهکل بگیم که تشنه باشیم. اگه کسی تشنش نیست و آب میخوره برخا نداره. مثلا فرض کنید یکی میخواد تعنیت بگیره، هی به زور آب میخوره که تعنیت بگیره، این برخا نداره. بنابراین کسی که تشنش نیست نمیتونه روی آب برخا بگه. یا فرض کنید تابستونه، میخواد از خونه بره بیرون، خب میدونه خیلی عرق میکنه، هی تشنش نیست میخواد آب بخوره، روی آب برخا نمیگه. فقط ما زمانی روی آب برخا میگیم که تشنه باشیم. اینا باید دقت داشت. البته در مورد شربت این قانون وجود نداره. شربت ها حتی اگه شما تشنتون نباشه میتونید روش برخا بگید، یا همینطور نوشابه یا دلستر، اینا را حتی اگه تشنم نباشیم میتونیم روش برخای شهکل بگیم. چرا؟ چون شیرینه و اصطلاحا میگن خخ نهنه، یعنی طعمش را که آدم احساس میکنه لذت میبره. بنابراین ما میایم و روش برخای شهکل میگیم. پس آب زمانی که تشنه نیستیم نمیتونیم شهکل بگیم، فقط وقتی تشنه هستیم برخای شهکل میگیم. اما شربت، نوشابه، دلستر، حتی اگه تشنمونم نباشه همینجور میخوریم خنک بشیم، روی اینها برخای شهکل گفته میشه. کسی که دارو میخواد بخوره، خب دارویی که تلخه، خب واضحه که برخا گفته نمیشه. دارویی که شیرینه و خخ نهنه، یعنی شیرینیش احساس میشه، میتونه روش برخای شهکل بگه. البته بهترین راه حل اینه که آدم قبل از اینکه میخواد دارو بخوره بیاد و اگه تشنه است روی آب برخای شهکل بگه، یه مقدار آب بخوره و بعد داروش هم مصرف بکنه. این بهترین راه حله. مثلا اگه کسی خواست دارو بخوره و بهتره وقتی بخوره که تشنه است اول روی آب برخای شهکل بگه و بعد اون دارو ها بیاد و استفاده بکنه و بعد از اون آبم میل بکنه. به این شکل میتونه طبق نظر همه روی اون چیزی که میخوره به این شکل برخا بگه. بله، کسی که ویتامین میخوره، ویتامین هایی که شیرینه، میتونه روش برخای شهکل بگه، ولی اگه طعم نداره برخا بر روی اونها گفته نمیشه. پس کلن دارو یا قرص اگه شیرینه برخا میگیم، اگه شیرین نیست یا تلخه یا مزه نداره روی اونها برخا گفته نمیشه، مگر اینکه تشنه باشه که روی آب شهکل بگه و بعد به این شکل به اون دارو یا قرصا استفاده بکنه. خب فرض کنید یه شخصی، پزشکا گفتن که یه دارویی که آسوره از نظر کشروت، یا اصلا کلن دارو هم نه، فرض کنید پزشکا بهش اجازه دادن که بیاد یه غذایی بخوره که کاشر نیست و میاد با مره هورا مشورت میکنه و مره هورا بهش اجازه میده، آیا بر روی غذایی که آسوره خوردنش میشه برخا بگیم؟ طبق نظر ماران شولخان روخ بله. اگر حتی یه غذایی آسوره و یکی میخوره طبق ماران شولخان روخ میتونه روش برخا بگه، اگه یکی بیماره و مجبوره اون غذا رو بخوره. ولی طبق نظر هارو و ودیا یوسف میگن شب و التحصه عادیف، چون که ما جنبه صافق براخوت داریم، شک براخا داریم، بهتره که این براخا را نگه. بنابراین بر طبق هارو و ودیا یوسف اگه کسی غذای آسور مجبور میشه بخوره به خاطر بیماری اجباری که براش پیش اومده، پزشک بهش گفته و با راو مشورت کرده و راو به اون اجازه داده، براخا بر روی اون نمیگه. یا فرض کنید یکی نصیب نباشه یه جایی که از گشنگی داره میمیره، خب وقتی یکی از گرسنگی داره میمیره همیشه براش مجازه بخوره، درسته؟ اون موقع نباید روی اون غذاها
در خوابه که شب و ترسه عادیف ما جنبه این صافق برا خود میترسیم. بنابراین طبق این نظر افرادی که میان غذای بیرون ها استفاده میکنن، افرادی که بیمار نیستن در حالت عادی و میان غذای بیرون ها میخورن، اینا نه تنها این که ممنوعیت بیشولگوی یعنی خوردن غذای آسورا به این شکل زیر پا گذاشتن، براخایی هم که گفتن میتونه براخاشون براخای نبتالا باشه. مثلا فرض کنید یکی بره پیتزای گویمی بخوره، پیتزایی که غیر اسرائیل درست کرده بخوره، علاوه بر این که ممنوعیت خیلی ممنوعیت ها در موردش هست، هم گزارای ربانان خیلی موقعاست که حتی از فرمان تورا میگذرن به خاطر اینکه تو تنور که درست شده یا ظرفی که درست شده یا همینطور موادی که بهش زده شده میتونه از تورا اسور باشه، نه تنها اینکه از این ممنوعیت ها میگذره بلکه حتی طبق بعضی از نظرات برخای لوتالا هم به این شکل بر روی اونها گفته. کسی که مجبوره، مجبورش میکنن یه غذایا یا نوشیدنیا بخوره، با وجود اینکه از اون لذت میبره براخا نداره. پس کسی که به اجبار میاد و غذایا میخوره یا نوشیدنیا اجبارش میکنن که بخوره، روی اون براخا نمیگه. خب یه نکته که مهمه اینه که چیزی که به عنوان مزه استفاده میشه، مثلا فرض کنید یکی میاد شخار میخوره، عرق میخوره، بعد میخواد یه مزه پشتش بخوره، مثلا فرض کنید ماهی یا خیار، مثلا براخا بر روی اون مزه نمیگن. به عنوان مثال اولا یه نکته بگم، ببینید باید دقت داشت وقتی که میان و ما میخواییم نوشیدنی های الکلی بخوریم و مثلا میگیم لخیم سلامتی همه میگیم، باید دقت داشته باشیم که اول روی اون براخا بگیم، یه مقدار از اونا بنوشیم، بعد سلامتی همه را بگیم. اما الان شما مثلا یه شخار میخواید بخورید، اول باید سلامتی خدا را بگید. سلامتی خدا را هم چجوری میگیم؟ با براخا گفتن دیگه، یعنی از خدا اجازه میگیریم. بنابراین اگه خواستیم یاین یا مشروبات بخوریم، اول باید روش براخای یاین بوله پلی هگفه مشروبات دیگه شهکل یه مقدارش را بخوریم بنوشیم، و بعد اگه خواستیم سلامتی بقیه را بگیم، چون اول باید سلامتی هشم را بگیم، اجازه از هشم بگیریم، بعد نسبت به بقیه احترام بذاریم ولی خیلی به اونا بگیم. اینا باید دقت داشت. خب براخا رو گفتیم، یه مقدار نوشیدیم، بعد به عنوان مثال مثلا لخیم گفتیم، و عرق یا اون یا اینو خوردیم، خواستیم مزه بخوریم پشتش، اون مزه براخا نداره. چرا؟ چون اون مزه رو ما به خاطر عرق میخوریم که لحویر بکنه، عبور بده اون تندی مثلا عرق یا اینا. درست؟ پس روی مزه عرق یا یاین براخا گفته نمیشه. همین قانون در مورد ماهی هم هست، یا یه غذایی که شوره. فرض کنید یه ماهی شور یکی میخوره، بعدش میاد اون پشت اون ماهی شور میخواد یه تیکه نون بخوره که اون شوری بره، یا یه میوهی بخوره که اون شوری بره، این هم براخا برش گفته نمیشه. پس اگه یه که ماهی شور میخوره یا یه غذایی که شوره یا تنده، بعد میخواد فوراً چیزی بخوره، این هم براخا نداره. یه کسی که تو گلوش چیزی گیر میکنه، مثلا فرض کنید یکی تو گلوش چیزی گیر کرده، آب میخوره که بره پایین، فرض کنید تو گلوش تیغ ماهی گیر کرده، میاد نون میخوره که این تیغ ماهی بره پایین، اینا بر روی اونها براخا گفته نمیشه، که اینم باید دقت داشته باشیم. خب اینم جلسه گذشته گفتیم بر روی فلافل رسمه که براخای شهکل میگیم. چرا؟ چون اولا پخته شده، اسمش تغییر پیدا کرده، طعمش عوض شده، پانیم خداشوت اومدن، مواد دیگه بهش مخلوط شده. بنابراین رسمه که روی فلافل ما براخای شهکل میگیم. ولی با این وجود کسی هم که روی فلافل براخای ها اداما بگه، چیزی داره که بر اون تکیه بکنه. خب آدامس هم براخا داره دیگه. البته بعضی اخرونی عقیده دارن که روی آدامس براخا گفته نمیشه، ولی حلاخا نیست. طبق نظر ها را وعدی ها یوسف، ما روی آدامس براخا میگیم. چرا؟ چون شیرینی آدامس احساس میشه. ببینید بعضی اخرانی میگن چون آدامس ما قورت نمیدیم،
پس نباید روش براخوا بگیم. ولی حالا بعد یا عقیده دارن میگن همین که شیرینی آدامس حس میشه، ما با وجود اینکه اونا قورتش نمیدیم، براخوای شهکل بر روی اون میگیم که اینا باید دقت داشته باشیم. خب سوالی هستا اینجا؟ سلام بفهمید. از غذای روشتری استفاده میکنه باید براخوا بگه یا نگه؟ چی؟ اجبار؟ بله. کسی که اجبارش میکنه که غذا یا نوشیدنی یا بخوره، با وجود این که از طعمش لذت میبره، براخوا نداره. تو داره بکن. خواهش میکنم. خب سوالی نیست دیگه؟ سلام شارم بفهمید. وقتی شب شم به براخوای هم جایی میگیم به هم حواسی، از خواهی سادما که پا چی نیستیم؟ پاتور نمی کنه. بله ببینید، چیزایی که با نون خورده نمیشه، مثل میوه که با نون خورده نمیشه، براخای حموسی اونا پاتور نمی کنه. ولی اگه یکی با نون میخوره، مثلا فرض کنید موز با نون میخوره، دیگه رو موز براخا نمیگه. خب تا اینجا براخاش کنیم. موفق باشید، ممنون که تشریف آوردید. شارو منخم.